درود بر شما هموطنان گرام این مرد که ببینید داره زیر میزنه با حرف داره ما به محمد رضا شاه پهلوی فوش و بد و بیراه میگیم اما عملا در راستای همون فرمانش حرکت کردیم. گفت من دستور میدم هر دره ای که در این دره امکان ساخت صد باشه سد بزنیم و هر جایی که امکان داشته باشه چاه بزنیم و مملکت رو توسعه بدیم تا 1157 13 صد مخزنی بزرگ محمد رضا شاه پهلوی ساخت مجموع چاهای عمیق و نیمه عمیقی هم که در کشور حرف شده بود 45000 تا الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم تعداد سطح مخزنی بزرگ ما 650 تا شده تعداد چاه ما از یک میلیون گذشته ببین میگن که اگه چهار میلیمتر زمین در سال نشست بکنه باید شرایط بحرانی اعلام بشه چون که صفره های آب زیرزمینی در هر کشوری مهمترین منبع استراتژی که حفظ امنیت غذایی اون کشوره در سال 2010 این رقم به 54 سانتیمتر در سال در فاصله بین دشت فسا و جهرم رسید در استان فارس هر نوع تهدیدی که فکر کنی اونها فکر میکنن که تهدیده در موردش در صحن بهارستان صحبت شده جز در این مورد که مهمترین تهدیده که میتونه یه زلزله پنج ریشتری رو به یه زلزله هفت ریشتری تبدیل بکنه آخه مرده که نادون زیر نزنی میگنه دلالی بی سواد مردک برنامه های حفاظت از آب و خاک زمان شاه چی بود؟ الان نشست زمین به خاطر چیه؟ به خاطر برداشت بیروی آبه به خاطر چیه؟ خاطر کشاورزی تو زمان شاه فقید ازش ایراد میگرفتن که میگفت ایران کشور کشاورزی نیست حالا تو تقصیر رو میندازی گردن شاه فقید ایران خب زر نزن جون در میره مثلا خب میگم من باسوادم نکنین جایی که به کشور خدمت کرده قد بدی بهش نگین ها بسه، بس اصلا رو خورد نکنید با تو مگ زر نزنم درویش سگ حالا اسمش نگاه کنم اسمش درویش مگ کورخرد